ما توی سیستم بانکی دوستان بانکیمون اینجا هستن دیگه، ما بر اساس مبلغ داریم میگیریم. غیر از اینه ما بر اساس مبلغ تراکنش داریم میگیریم. مسئلتون اصلا مبلغ چه چیزی داره؟ یه دیتای چند بیت اطلاعات تو از این ور داری میفرستی اون ور. چرا باید شما از من اینقدر پول بگیری؟ من حاضرم یه مقاله کار کنیم و هر کدوم از دوستان بانکی حاضرن در خدمتشون هستیم و بیایم مقایسه کنیم. توی شبکه بلاکچین میاد میگه اگر زمانی که رفتی تراکنش دادی که لود شبکه پایین بود، در نهایت شما هزینه کمتری پرداخت میکنی، و زمانی رفتی که بازار التهاب داشت، تراکنش ها بالا بود، پولشو باید بدی. خیلی هم طبیعیه، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. میلیاردها دلار رو، تعداد بسیار زیادی بیت کوین رو دارن جابجا میکنن تو دنیا و ارزش خیلی کمی پرداخت میکنن بابتش. چرا طرف فهمیده این مصرف برق ها ما یه جاهایی داریم استفاده میکنیم ولی از تکنیک بنچمارک استفاده نکردیم؟ حالا شاید منافع ادعی در این باشه که به این صورت عمل شه، اما وقتی که این تراکنش بر اساس شلوغی شبکه باشه، مثلا شلوغی شبکه توی سیستم ATM ها، فکر میکنم که اگه دوستی میتونه به من کمک بکنه اینجا بنویسه، یه خورده دانش ما هم بره بالاتر، شاید مثلا حدود 11 صبح شروع شه تا 2-3 بعد از ظهر، و از اون برم شاید مثلا یه تایمی تو شب باشه دیگه، ساعت 7 شب. آقای جوادی پور، بله، این یعنی حد اکثر تراکنش و شلوغی شبکه 7 شب هست دیگه، درسته؟ بسیار عالی. آقا 7 شب میخوای بزنی انقدر؟ بیا ببین پلکانی کردیم تو برقو. آقای امیرحسین خان نکته‌ای هم شما دارین، مثل که پلکانیش بکنیم، چرا نکنیم؟ شبکه این و آها شب‌های تعطیلی، حتی مثلا من فکر می‌کنم تو شهریور و مهر و اواسط اسمن تا نوروز هم ما یه ترافیک شب، ترافیک پرداخت داریم. خب این باید بیاد به این صورت، هزینه زیرساخت رو باید پرداخت بکنه، و اون موقع است که اگر جسارتی نباشه به دوستان بانکیمون، این کیف پولایی که هی میگیم راه افتاده ولی هیچکی استفاده نمی‌کنه، آقا کیف پول آفلاین استفاده کنید. اینا صورت مسئله‌ای که دنیا بهش رسیده. حالا ما اینجا میگم، میخوام بهت بگم که بلاکچینه چی جوری داره از ظرفیت خوبش استفاده میکنه. خب ببینید، نودها توی یه شبکه‌ای که به عنوان شبکه بلاکچین میشه. ببینید بیت کوین خودش یه بلاکچینه، اتریوم یه بلاکچینه، کوین روی بلاکچین بیت کوین اسمش بیت کوین، نمادش BTCه، کوین رو بستر اتریوم اسمش اتره و نمادش ETH. اینا رو با هم میبینیم، یه وبسایت درجه یک بهتون نشون میدم که اصلا دنیای اتلاعات توشه. خب این نودها دارن این ارتباط رو بین تمام، یعنی کامپیوترهایی هستن یا خدمتون از چه کارتای گرافیکی هستن، CPUهایی هستن که در سراسر دنیا به هم وصلن و دیتا رو دارن بین همدیگه مبادله میکنن. هشم یه رشته عدد ریاضی، تابع ریاضیه. هر بلوکی که حل میشه میدونی یه جایزه‌ای داره به ماینر میده دیگه. اوایل با لپتاپی که جلوتونه میتونستن این کارو بکنن، الان باید یه فارم بزنن. به چه بزرگی؟ یه ویدیو در خصوصش جلسه دوم سوم خواهیم دید، زمانی که میرسن به بحثای ماینینگ. روز اول 50 تا بوده، 4 سال گذشته هافینگ انجام شده، یعنی نصف شدن پاداش بیت کوین. اومده چی شده؟ نزول پیدا کرده به 25 تا. بعد از 4 سال بعدش اومده شده 12.5. 12.5ش یعنی تا همین اردیبهشت 99 بود. بعد از اون که الان میشه شده 6.25. 4 سال دیگه 2024 میرسه به چند؟ 3.125. و همینطور میریم جلو که ما در سال 2040 یه چیز حدود 98% بیت کوین استخراج شده. الان دوستان میدونن چقدر بیت کوین تا حالا استخراج شده؟ از 21 میلیون حدسی دارن؟ نمیخوام برین عدد رو نگاه کنید و حدستونو بگین. بله کاملا درست، بالغ بر 18.5 میلیون بیت کوین از 21 میلیون استخراج شده، یعنی 2.5 میلیون دیگه بیت کوین باقی مانده تا بین این 7 میلیارد نفر موجود زنده دو پا در دنیا اگر از این کرونا جون سالم در ببرن تقسیم بشه. به همین خاطره که میگن اگر شما 0.2 بیت کوین داشته باشید،
در چند سال آینده در طبقه ثروتمند دنیا قرار میگیرید. امروز که ارزونه بگیر، خیال خودت هم راحت کن. شما یا تکلیفتون مشخصه، یا سرمایه گذاری یا دیلری. دیلر اگر باشی داستانش فرق میکنه، اصلا باید بری رو پلتفرم‌های خارجی. ایرانی‌ها به جواب نمیده. دوستی که پرسیده بودن که آقا پلتفرم خارجی بهتره یا ایرانی، ببینید ما امکاناتی که مثلا توی سایت‌های مثل کوین بیس و عرض دیگه امثال هم داریم، که سایت خارجی که داریم، کوین بیس بخاطر این میگم که یه بار حال ایرانی‌ها رو بد گرفت چند سال پیش، همه رو بلاک کرد دارایی‌ها رو، توی پلتفرم‌های داخلی نداریم و این خیلی بده که حالا فعلا نداریم دیگه. پلتفرم خارجی داستان وایت لیست دارن، کی وای سی، و متاسفانه ما چون به خاطر اون داستانای اف ای تی اف که همه در جریانش هستن در بلک لیست اینا قرار داریم، ما رو به هر دلیلی بلوکه میکنن. حالا یه سریشون آدم حسابی ان، میگن که 30 روز فرصت داری که منابع مالیتو ببری از اکسچنج من خارج بکنی، یا کیف پول من خارج کنی، یا همچین بحثاتایی هم داریم با اینا، یا آی پی تون رو مثلا مسدود میکنن. امروز بود دیدم تعداد زیادی از کیف پول بچهای ایرانی مسدود شده و گفتن به خاطر قوانین مقرراتون اجازه دسترسی بهش ندارید. میدونید یعنی یه ضرب در منفی بزرگ. فکر کنم مثلا بیت کوین برسه به 50,000، یه اسلای مثلا 10,000 تایی 15,000 تایی بزنه، بعد دوباره رشد بکنه. خب از این فرصت میتونست استفاده کنه، الان بلاک شده. ریسک معامله گری با این خارجی‌ها زیاده. بعد برین سمت سایت اکسچنج‌های روسی که یکیشو با هم خواهیم دید. و دفتر کل توزیع شده سازمانی که میاد اصل میاد همین داستان دیستریبیوتد لجر رو در داخل سازمان میگه، یعنی اطلاعات سازمان در مثلا به این صورت تقسیم بشه که با بحث اشتراک اطلاعات یه مقدار در تضاده، ولی خب اومده یه نوع دیگه ای رو تعریف کرده، بلاکچین سازمانی رو مطرح کرده. خیلی هم بحثش داغه، یه سری آدم هستن متخصص این، تو ایران هم دارن در خصوصش کار میکنه. و جالبه بهتون بگم که داریم به یه نقطه‌ای حرکت میکنیم که سازمان‌های بلاکچینی به وجود بیاد. الان بیت کوین مدیر عامل داره؟ نه. پشتوانه داره؟ نه. دفتر مرکزی داره؟ کارمند داره؟ هیچی نداره. پس چطور میشه یه همچین عددی رشد بکنه؟ این همون جوابیه که شما باید به تمام کسانی که من اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یه مشاور سرمایه‌گذاری صحبت میکردم، گفتم اصلا من تو این حوزه کار میکنم، شاید بتونیم با هم یه فرصت فرصت کاری خوبی داشته باشیم. برگشت من گفت من اعتقادی به بازار کریپتوکارنسی ندارم. اعتقاد به بورس داری؟ اعتقاد به، حالا البته اینا رو من به ایشون گفتم، به شما نمیگم. میخوام بهتون بگم که آدم تعصب رو بازار نداشته باشه. موقعی که بازار بورس جواب میده رو بازار بورسم، موقعی که جواب نمیده چرا باید خودم علاف این بازار کنم؟ حالا بریم جلوتر، منم یه خورده کمتر هرس بخورم. بلاکچین سیستم ذخیره و گزارش‌دهی که برای یک یا چند سرور و دیتابیس متمرکز نیست، بلکه به صورت توزیع شده در کل شبکه است. قابلیت استفاده در فرایندهایی که نیاز به اعتماد و به واسطه وجود داره و ترد پارتی کم شود کاربرد دارد. مثال همه شما تو خانواده هاتون یکی از این صندوق‌های خانوادگی دارید احتمالاً، و تو این صندوق‌های خانوادگی شما پول می‌ذارید و در ما یه قاره‌کشی می‌کنید که برنده میشه دیگه. تو این کارتون اومدین چیکار کردین؟ به صورت سنتی و دستی نقش بانک رو حذف کردید. اما در یک جامعه بزرگ دو تا آدم مختلف نمیتونن به هم اطمینان کنن و این باعث شده که پول ببرن نزد بانک بذارن. اما رو بلاکچین اعتماد وجود داره. یه چیز جدید بهتون بگم، اتفاقاتی از سال 2013 مجموعی از کیف پولا داره میفته که شما نقش اکسچنج داره کامل حذف میکنه. یعنی شما با کیف پولت به من با کیف پولم انتقال میدی، یه هزینه تراکنش روی شبکه پرداخت میکنه و ولاغیر دیگه کارمزدی بابت انتقال نمیدی. یعنی اکسچنج ها یه روزی درشون تخته خواهد شد. هر آن چیزی که ارزش افزوده کلن به کاری اضافه نمیکنه باید از بین بره. شما توی سازمان ها هم دیدین دیگه، یه واحدی، یه آدمی که توی سازمان هست ارزش افزوده ایجاد نمیکنه، تای سال بهش میگن برو، واحده رو حذف میکنه. این اتفاق برای مجموعی از این کارها، این تیپ کارها خواهد افتاد. بریم سراغ بلاکچین، یه فیلم کوتاه ببینیم و یه نفسی هم بگیریم، خیلی دیگه صحبتمون به درازا کشید. ببینید یه سنترالایز نتورک داریم
که مرکز اینجاست و این عکس سمت چپ رو که میبینی نودهای مختلف وجود داره. یه دیسنترالایز نتورک داریم به این صورته، باز هم یک مراکزی وجود داره که بحث هدایت کلاینت های دوروبرش رو داره و دیتای اونا رو میگیره و متمرکز داره با این پوینت های اصلی صحبت میکنه. اما توی بلاکچین دیست به چه صورتیه؟ تمام نوت ها با تمام شبکه در ارتباطن و این ارتباط در قالب یه شبکه به این تیپه. و حالا من توی صحبت هم اشاره کردم که مثلا دستکاری در اطلاعات توی بلاکچین خیلی کار سختیه و عملا نشدنیه. توی این موضوع با هم خواهیم دید که اصلا اونی که میگه میشه کجاست و چجوری امکان داره که توی این جلسه با هم در خصوصش صحبت میکنیم. من میخوام یه تیکه فیلم چند تا فیلم میخوام با هم ببینیم، هم شما یه مقدار حالا هواتون عوض شه، همین که من یه نفسی بکشم، مطالبش مهمه. این فیلم رو شما البته من حتما توصیه میکنم ببینید، اسمش هم براتون خواهم نوشت، Rise and Rise of Bitcoin. این پایین براتون مینویسم که اینو بتونید دانلودش کنید. خوبه. یه سریال هم برای به وجود اومده، ساخته شده، به وجود که نه، ساخته شده در خصوص بیت کوین. اینم بعدم براتون اسمش رو لیست میکنم و حالا بریم سراغ فیلمه. من مجبورم اینجا استوب شیر بزنم. من ویدیو خودم رو، تصویر خودم رو میبندم که شما بتونید با کیفیت بهتری از دسکتاپ من استفاده بکنید. بستم اینو یا نه هنوز بازه؟ نه من هستم. خب اینجا دارمش. ببخشید این اینجا باید من این تغییر رو فیلم بدن که بریم سر اصل موضوع. من بگم بیت کوین چیه؟ فهمیدنش زمان بره. همونطور که طول کشید تا مردم در سال 1994 درک کنن که اینترنت چیه. Yeah. Oh. Internet is that massive computer network. The one that's becoming really big now. Allison, can you explain what internet is? وقتی اینترنت داشت پا می گرفت من در کالج ویرجینیا تک دانشجو بودم و علوم کامپیوتر می خوندم. وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم تغییراتی که در دنیا داشته اتفاق می افتاده چقدر هیجان انگیز بوده. Hey Dan, ready for the game? I'm just finishing up here with my new kayaking friends. Kayaking friends on your computer? در مورد بیت کوین هم نوآوری داره اتفاق می افتاده. It's the smartest people in the room that are the most excited.